از ادب و احترام دارم خدمت هم میهنانم در این منزل از برنامه که آقای سپهر قصبی از من هدایت میکنن با دکتر علی نیری عزیز هستیم در لس آنجلس، همینطور در اورنج کانتی بحث‌ها و مناظره‌ها رو به افزایش. برخی از این کنفرانس ها رو آقای دکتر علی نیری هدایت میکنند و اغلب هم میهمانانی دارن از نقاط مختلف جهان که در این کنفرانس ها شرکت میکنن و بیشتر تمرکزشون روی مسائل مربوط به ایرانه، یعنی بحث های علمی درباره بحران ها و چالش های بزرگی که ایران ما بهش روبروز و هم دنبال راه چاره میگردن. این خودش خیلی خبر خوب و مبارک است. دکتر علی، درود بر شما. درود بر شما آقای میبودی عزیز، بر بینندگان محترمتون سپاسگزارم از سپهر خسروی نازنین که مدیریت فنی برنامه رو به عهده دارن. ممنون که در برنامه حضور دارید. دوستان شنیدم که باز مهمانان تازه‌ای داشتید، ممکنه به ما بگید که توی این بحث ها چه گذشت؟ الان تمرکزتون بیشتر روی چیه؟ چه مسائلی؟ حتما آقای میبودی، اتفاقا در هفته گذشته بحثی که با مهمانانمون داشتیم بحث این بود که در واقع برگشت مقدار به مسائل سیاسی و اجتماعی ایران و اینکه به نظر میاد شرایط کشور ما در یک شرایط بسیار بسیار بحرانی قرار داره و با توجه به این مسائل ما احتیاج به یک همدلی و وفاق ملی داریم و در واقع صحبت اصلی این بود که ما به خاطر شرایط بد اقتصادی که وجود داره در واقع نگرانی اصلی فروپاشی اجتماعی پیش از فروپاشی سیاسی است و در واقع آقای میبودی شما این رو میدونید که در رشته های فیزیک و مهندسی وقتی که ما از فروپاشی یا فروریزش و یا انفجار داخلی صحبت میکنیم به دو نوعی میشه این کار را انجام داد، به صورت کنترل شده یا به صورت کنترل نشده. وقتی که به صورت کنترل شده باشه شما میتونید تا حد زیادی عواقب یک انفجار رو پیش بینی بکنید و سعی میکنید که با کمترین هزینه ها این کار رو انجام بدید. مثلا شما میدونم آقای میبودی چون سالها در آلمان زندگی کردید، به خصوص در اروپا به علت وجود ساختمان های قدیمی بعضی اوقات تصمیم میگیرن که ساختمان های قدیمی رو به علت اینکه ایمنی نداره و ممکنه هر آن فرو بریزه، خود مهندسین تصمیم میگیرن که این ساختمان‌های قدیمی رو از بین ببرن قبل از اینکه این فرو ریزش به شکل کنترل نشده انجام بشه که نه تنها ساختمان قدیمی بلکه ساختمان‌های اطراف و کل اون محله رو بهش آسیب جدی برسونه. با یک مهندسی طراحی شده پیش بینی شده اون ساختمون رو در واقع با یک انفجار کنترل شده از بین میبرن. به نظر من شرایط ایران کنونی ما همینطوره و صحبتی که در آخرین جلساتی که ما داشتیم وجود داشت همین بود که برای اینکه این انفجار حالت کنترل شده پیدا بکنه احتیاج به یک نوع رهبری وجود داره. اگر این اتفاق نیفته ممکن هست که ما دچار یک فروپاشی اجتماعی بشیم که میتونه تبعات بسیار بسیار ناگواری رو برای جامعه ما حتی برای کل منطقه داشته باشه. وقتی که ما جمعیتی نزدیک 82 میلیون داریم و چیزی بیش از 19 میلیون اون حاشیه نشین هستن، مسئله بحران آب وقتی که وجود داره، وقتی که وضعیت اقتصادی به این شکل هست و یک مدیریت ناکارآمد و غیر فنی و تخصصی در کشور ما وجود داره، شما احساس میکنید که فاجعه در راهه. بنابراین ما باید تلاش کنیم که تا جایی که میشه هزینه های این فاجعه رو کم بکنیم. کارش چیه؟ رو آوردن به سمت متخصصینی که کار بلدن، هر کسی در زمینه تخصصی خودش یا متخصصینی که در زمینه های تخصصی خودشون کار میکنن و
اونها رو فراخوان و تلاش کنین تا همونطور که گفتم به جای اینکه ما با یک انفجار درست مثل آنچه که در بمب‌های هسته‌ای سر و کار داریم اتفاق بیفته، با یک نیروگاه هسته‌ای سر و کار داشته باشیم، به این معنی که واکنش‌های زنجیره‌ای هسته‌ای کنترل شده باشه و بتونیم با کمترین میزان خسارت و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی این کشور رو از این گردنه پرپیچ و خم سر به سلامت بیرون ببریم. کاملا درست میگه آقای دکتر علی نیری عزیز، تمام شواهدش هم آشکار، هم میانم سقف‌ها رو میبینید ترک خوردن و میله‌های آهنی میبینید که همه زنگ زده. از خلاصی یک ساختمان کلنگی امروز در برابر ما از حرف آقای دکتر نیری اینه که قبل از اینکه ما دوچار یک فروپاشی اجتماعی غافلگیر کننده بشیم، خودمون باید دست به یک رنبش و ریزش هدایت شده بزنیم به طور مصنوعی و دستساز، تا هم غافلگیر نشیم و این لازمش اینه که تمام نیروهایی که توان این کار رو دارن در کنار هم قرار بگیرن و سعی بکنن یک رنبش هدایت شده رو در میهن ما به وجود بیارن. به نظر پیشنهاد برای چگونه آقای خود شما به چه راهکارهایی رسیدید؟ آقای میبودی، اولا خوشحال هستم که شما از واژه بسیار زیبا و اصیل فارسی رنبش استفاده کردید. اتفاقا این واژه‌ای است که توسط انجمن فیزیک ایران هم انتخاب شده در مقابل واژه کلاپس انگلیسی، و ما در فیزیک که تخصص من هست اصطلاح به اصطلاح گراویتیشنال کلاپس یا رنبش گرانشی رو داریم که مراحل تشکیل فرض کنین ستاره های چگالی مثل سیاه‌چاله هاست. بنابراین واقعا همینطوره، این رنبش در راه آقای میبودی. ببخشید قبل از اینکه من به پرسش شما پاسخ بدم، میخوام باز هم تاکید کنم که امروز هر نیروی ماهر و متخصص و با وجدانی که، هر تکنوکراتی که کوچکترین دغدغه ملی میهنی مردمی داره، سکوتش به معنای من خیانت هست به تاریخ. به نظر من تاریخ قضاوت خیلی خیلی سختی رو در مقابل ماهایی که ساکت موندیم در حال حاضر انجام خواهد داد. من فکر میکنم آقای میبودی، همونطور که شما به درستی خلاصه کردید و بسیار زیباتر از من حرفای من رو، راهش همین هست که این فراخوان وجود داره، لازمم نیست که اعلام بشه. همونطور که گفتم شرایط جوری هست که اگه اندکی کسی اندیشه ورزی بکنه متوجه خواهد شد شرایط حادی که به قول شما این میله های زنگ زده، آجرهای ریخته دارن بدجور خودشون رو نشون میدن. او باید پا پیش جلو بگذاره و من فکر میکنم که دارم حداقل، من صحبت من البته اینجا علمی نیست برای اینکه من فقط دارم اطرافیان خودم رو میبینم، من واکنش هایی رو از کسانی رو دارم میبینم آقای میبودی که تا به حال ندیده بودم. شالبه. یعنی اینکه کسانی که تا به حال ساکت مونده بودن، بی توجه بودن، امروز دارم میبینم که برای اولین بار دارن از خودشون نگرانی و ناراحتی نشون میدن و به یک نوعی دوست دارن که دخیل باشن در اینکه به شرایط حادی که کشور الان داره بپردازن و کمک کنن. من فکر میکنم آقای میبودی این یک جریان شبیه به جریان بهمنیه، یعنی این گلوله برفی که از کوه داره پایین میاد داره بزرگتر و بزرگتر میشه و اصطلاحاً داره مومنتوم بیشتری رو به خودش میگیره، انرژی بیشتری رو به خودش میگیره و این گلوله داره بزرگتر و بزرگتر میشه. و من مطمئن هستم هر چقدر متخصصین بیشتری بیان از طریق شما و رسانه های دیگه صحبت بکنن، مسئله بحرانی که کشور ما درش قرار داره رو گوشزد بکنن، تعداد متخصصین و نیروهای ماهری که دغدغه مردم و کشور رو دارن بیشتر و بیشتر خواهد شد.
شما فکر کنین آقای میبودی، همین که احساس کنن مردم درون کشور منابع انسانی فراوانی که در خارج از کشور وجود داره، چون ما کار دیگه‌ای که نمیتونیم بکنیم آقای میبودی، سرنوشت مردم، سرنوشت ایران در دست مردم درون کشور و کف خیابان هاست. ماها که در خارج از ایران هستیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم همین هست که این امید رو به مردم درون کشور بدیم که نیروی ماهر و متخصصی که به علت سوء مدیریت، به علت اون نظامی که در فکر مصالح خودش بوده نه مردم و کشورش، رانده شدن، مجبور به فرار از کشور شدن. اینکه ایران دارای بالاترین نرخ فرار مرزها، یا بهتر بگیم بالاترین نرخ ترک کشور توسط منابع انسانی در همه رشته هاست. فکر میکنم هیچ زمانی در تاریخ ایران ما چنین چیزی رو نداشتیم، چون اینو قبلا هم گفتم در برنامه‌ای که ما در کنار شما بودیم آقای میبودی، وقتی که فرار مغزها رو میگن، معمولا از فرار مغزها نیت نیروهای متخصص رشته های فنی و پزشکی هستن. ولی شما میبینید امروزه ما مهاجرت بسیار زیادی در نیروهای علوم انسانی هنری داشتیم که سابقه نداشته در طول تاریخ به این شدت و حدت. بنابراین ما الان دارای یک خزانه بسیار بزرگ نیروهای انسانی در خارج از ایران هستیم که همین که اینها بگویند در شرایط ایران آزاد آمادگی این رو دارن که کشور رو از نو بسازن، شما حس بکنید که چه روحیه‌ای رو به مردمی که درون کشور هستن و خسته از شرایط هستن خواهد داد و اونها رو امیدوار به آینده خواهد کرد. چیزی که ما احتیاج داریم این هست که به مردم درون کشور بگیم که تنها نیستن، امید به آینده باید وجود داشته باشه و کمک در راه. جالبی حرفان از شما میشنوم، فوق‌العاده باز خوشحالی است. همینکه تکنوکرات های ایران به اصطلاح شخصیت هایی که در کار مدیریت قابلیت و اهلیت و شایستگی خودشون رو نشون داده، اینا امروز آمادن به ایران برگردن و خدمات داوطلبانه انجام میدن. آقای دکتر نیری، در گذشته مثلا وقتی حوادثی در کشورهای جهان سوم رخ میداد یا موشو کنار دنیا، به رفسر دانشگاه در اروپا عکس العمل نشون میدادن. گروه های متعدد بودن، به خاطر هم از سازمان جوانان سوسیالیست بود، طرفداران رژیس دبره بود، طرفداران چگوارا بود، تروتسکیست ها بودن، مارکسیست ها بودن. بلافاصله مسائل مربوط به حالا ویتنام بوده یا هر کشور دیگر، آفریقا، خاورمیانه، خود ایران، مسائل وارد دانشگاه میشد، تجزیه و تحلیل میشد، دربارش بحث میشد، اکسیون به راه میافتاد. الان دانشگاه ها دچار رخوت شدن، یعنی دیگه عنایت زیادی به بقیه دنیا ندارن. نمیدونم این اسباب نگرانی است یا اسباب خوشحالی، قاعدتا اسباب نگرانیه، چون به نظر میسه دانشگاه هم همون به سمت مادیاتی یا مادیگرایی بیشتر دارن پیش میرن. اغلب کسانی که دوست دارن متخصص بشن دنبال پول و پله هستن، دیگه مسائل انسانی کمتر توجه هست. میخوام ببینم الان مثلا موضوع ایران در محیط های دانشگاهی آمریکا بازتابی داره یا نداره. آقای میبودی چقدر به نکته مهم و در این حال تأسف برانگیزی اشاره کردید. آیا این بخشی از تغییرات اجتماعی است که در این 30-40 سال اخیر در کل دنیا شاهد بودید؟ شما به درستی اشاره کردید آقای میبودی، زمانی بود که جنبش های دانشجویی در اروپا، در همین ایران خودمون، حتی در آمریکایی که بیشترین فضای به اصطلاح مادیگرایی وجود داشت، شما میبینید که جنبش های دانشجویی مثلا دانشگاه های مثل برکلی و دانشگاه های از این نوع چقدر اهمیت داشتن. فرض کنید در اعتراضاتشون به جنگ ویتنام، یا در اروپا، یا در خود ایران ما، که حتی در ایران شما نگاه کنید نقش جنبش دانشجویی رو، تا حتی جنبش سبز رو هم شما میبینید که چقدر اهمیت داشته. ولی چرا بعد از اون الان شما میبینید که از جنبش دانشجویی حتی در ایران هم خبری نیست؟ متاسفانه آقای میبودی، یک مقدار زیادش همونطور که شما اشاره کردید برمیگرده به اون پارادایم شیفتی که در دنیا اتفاق افتاده، یعنی اون نگاه
بسیار تون روی چپگرایانه ای که قبلا در فضای به خصوص اینتلیکچوالی که خب منبعش دانشگاه هستن تغییر کرده و یک مقدار برگشته به این که خب همه در وهله اول به خودشون فکر کنن، شخص محوری بر جمع محوری غالب شده امروز در دنیا. شاید بشه گفت متاسفانه بخشی از این برمیگرده به پیروزی کپیتالیسم در دنیا و شکست کمونیست به اون شکلی که به حال اتحاد جماهیر شوروی داشت پرچمدارش بود با هزار و یک ایرادی که اونها داشت. ولی باید قبول کنیم که دنیای دو قطبی یا چند قطبی بسیار بهتر هست از یک دنیای تک قطبی که اون هم بخواد فقط از نوع کپیتالیسمش باشه. بنابراین اتفاقی که شما میگید متاسفانه وجود داره و شما دقیقا میبینید که اون شور و شوقی که قبلا در دانشگاه ها وجود داشت به عنوان قلب تپنده و زنده جامعه، اون الان وجود نداره. یک خوبیای دیگه ای البته به وجود آورده به این که نیروهای متخصص تمام تمرکزشون رو گذاشتن روی تخصصشون و خب این باعث شده که پیشرفت ها به شکل تصاعدی پیگیری بشه. ولی از طرف دیگه اگر دانشگاه و دانشگاهیان بی توجه باشن نسبت به تحولات اجتماعی که داره در پیرامونشون اتفاق میفته، این پیامدهای ناگواری خواهد داشت و میتونه بسیار بد باشه. اما اگر بخوایم فقط روی ایران خودمون متمرکز بشیم، به نظر من این رو باید به حساب هوشمندی جمهوری اسلامی گذاشت و اونم این که به خصوص آقای خامنه یا حداقل مشاورینشون به ویژه بعد از جنبش سبز متوجه خطر دانشگاه ها شدن و با یک زیرکی خاصی آقای میبودی این بار دیگه مثل زمان آقای خمینی نیومدن که دانشگاه ها رو ببندن، بلکه اومدن کاری کردن که به جای اینکه دانشگاه ها بسته بشه و یک در واقع جمعیت عظیم و پر انرژی جوان تحصیل کرده ای رو سرخورده به دانشگاه ها ببرن، اومدن در واقع دانشگاه ها رو از اون فلسفه وجودیشون، از اون حالا اینا به صورت لفظی استفاده میکنم، از روح خودشون تهی کردن. یعنی عملا ما اسمش این هست که دانشگاه داریم، ولی وقتی که استادانی که برای تدریس در دروس تخصصی استفاده میشن فرض کنید که بسیجی هایی هستن که فقط خودشون رو ذوب در ولایت میدونن، یا یعنی اینکه رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف اعلام میکنه که آرزوی بزرگترین آرزوش برگزاری نماز جماعت در مریخ هست یا در روی ماه یکی از این اجرام آسمانی، این نشان دهنده نوع نگاهی است که قرار بوده در دانشگاه ها بیان. حالا که ما نمیتونیم در دانشگاه ها رو ببندیم و جلوی این تفکر و جنبش دانشجویی رو بگیریم، بگذاریم که دانشگاه ها رو تبدیل به پادگان های نظامی بکنیم و به شکل پایگاه های بسیج درش بیاریم، در نتیجه در واقع اون فلسفه وجودی دانشگاه ازشون گرفته میشه. این هست که شما میبینید حتی در اعتراضات اخیر هم جای جنبش دانشجویی کاملا خالی است. آقای دکتر، چیزی که تحولی که رخ داده در بین ایرانیان دانشگاهی در آمریکا به نظرم خیلی حائز اهمیت، یعنی کسانی که از منتقدین سرسخت آقای ریگن، آقای دونالد ترامپ بودند، اما بعد از اعلام مواضع سیاسی به ویژه وزارت خارجه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی نگاه اینا تغییر پیدا کرد، یعنی عملا سیاست وزارت خارجه رو تایید میکنن، گرچه ممکنه همون لحن انتقادی نسبت به آقای ترامپ رو حفظ کرده باشه. این خودش به نظرم یک تحوله، یعنی به نظر میسه دانشگاهیان ایرانی راضی اند از سیاست‌های اعلام شده و ابلاغ شده کاخ سفید نسبت به ایران. حداقل آقای میبودی، شما همونطور که به درستی اشاره کردن، حداقل میشه گفت که با مواضع رسمی و اعلام شده موافقن. البته همیشه این نگرانی وجود داره، چون متاسفانه جمهوری اسلامی نشون داده که
آماده همیشه هست برای گفتگوهای مخفی، برای اینکه این حکومت اصولا مخفی کاره. بنابراین درسته و تمام تقاضایی هم که وجود داره چه از وزارت امور خارجه آمریکا چه از کاخ سفید این هست که به این مواضعی که اعلام کردید پایبند باشید و شفاف باشید. وای بر اون روزی که شما برخلاف این مواضع رسمی و اعلان شدتون بخواید پنهانی با جمهوری اسلامی بر سر منافع مردم ایران مذاکره کنیم. ما تنها نگرانیمون در واقع آقای میبودی همین هست، وگرنه اینکه از جمهوری اسلامی خواسته شد که روش و رفتارش رو نسبت به مردم خودش تغییر بده، آزادی های مدنی رو به رسمیت بشناسه و مسائل دیگه به نظر من بسیار حائز اهمیت بود. اینکه آقای ترامپ حاضر شد که بدون پیش شرط ملاقاتی رو انجام بده بسیار حائز اهمیت بود و اینکه آمریکا حداقل به ظاهر اعلام میکنه که ما سر جنگ با ایران رو نداریم، همه اینها به نظر من نکات مثبت قضیه هست. نکته منفی چیه؟ این هست که هر دو کشور این سابقه رو داشتن که به طور مخفیانه با همدیگه ملاقات کنن و مذاکره کنن. نگرانی ما اینه. چطور میشه این نگرانی رو ازش کاست؟ به نظر من همینجاست که نقش ایرانیان خارج از کشور میتونه مهم باشه. جالب. این است که ماها دائما ابراز نگرانی کنیم و به عنوان شهروندان ایرانی آمریکایی این دولت رو اکانتبل پاسخگو نگردانیم و بهشون دائما هشدار بدیم که مبادا مذاکرات مخفیانه ای صورت بگیره و بر سر منافع مردم ایران شما مصالحه کنید. شما در سخنرانی آقای مایک پومپئو حضور داشتید، سخنرانی اقناع کننده بود برای شما؟ ببینید، به غیر از شاید دو یا سه مورد به نظر من نکاتی رو که عنوان کردن واقعا حرف مردم ایران بود. شاید اولین بار بود که مردم از یک مقام رسمی آمریکایی اعتراضات خودشون رو میشنیدن. یعنی نکته ای نبود که ایشون بگه و فرض کنه، به خصوص کنشگران و فعالین سیاسی و اجتماعی ایرانی یا به حال حتی کسانی که درگیر مسائل ایران هستن باهاش آشنایی نداشته باشن و یا تا حالا نشنیده بودن. به نظر من از دو جنبه خوب بود. یکی این که این مسائل، فسادی که در درون حکومت گران ایرانی جمهوری اسلامی وجود داره، بهتر بگم عنوان شد، شاید برای ما ایرانی هایی که درگیر مسائل روز به روز ایران هستیم چیز جدیدی نداشت آقای میبودی، ولی بسیاری از 40% جمعیت که اومده بود آمریکایی بودن. باور کنید شاید اکثر آمریکایی هایی که در جلسه بودن، خب این فساد تا ریشه تمام پایوران جمهوری اسلامی از صد تا ذیل رو واقعا تا عمقش و ریشش رو جرخاش رو خبر نداشتن. خب این بسیار خوب بود که گفته بشه. آقای پومپئو به خوبی به تمام مسائل تبعیض‌های موجود اشاره کردن، به نقض دائمی حقوق بشر اشاره کردن. میگم شاید برای ما اینا تازگی نداشت، ولی تازگی داشت برای اینکه اولین بار بود که یک مقام رسمی ایالات متحده آمریکا داره اینا رو به صورت شفاف اعلام میکنه و من خوشحال هستم که این رو اعلام میکنه. ولی اگر بخوایم که از نکات منفی این سخنرانی اسم ببریم، به نظر من یکیش این بود که خیلی حالت گفتگو پیدا نکرد. ای کاش این امکان وجود داشت که جدایی از کسانی که این امکان رو پیدا کردن که در شام خصوصی که با آقای پومپئو داشتن و مسائل رو مطرح کردن که بقیه در واقع بیخبر بودن، این امکان وجود داشت که مثل بسیار از سخنرانی های دیگه این اجازه رو میدادن یک ربع یا 20 دقیقه در دو طرف سالن هر کسی که میخواست میومد میایستاد و پرسش هاش رو برای آقای پومپئو مطرح میکرد تا گفتگوی بهتری صورت میگیره. نکته دیگری که ما خیلی به مزاق ما خوش نیومد، البته متوجهم هستم ایشون در مقام رسمی شاید نمیتونست این رو اعلام بکنه، این بود که ما حاضر هستیم
بدون هیچ ما حاضر هستیم که اگر جمهوری اسلامی بخواد مذاکره کنیم. مسئله این هست آقای میبودی که نگرانی ما این هست که آمریکا به دنبال تغییر رفتار جمهوری اسلامی باشه و این تغییر رفتار شامل هر نوع تغییر رفتاری باشه به غیر از تغییر رفتار نسبت به مردم خودش. این چیزیست که الان برای ما جای نگرانی وجود داره و گفتم نقش ما رو مهمتر میکنه، برای اینکه ما نباید بگذاریم که ایالات متحده آمریکا به فکر فقط منافع اقتصادی خودش باشه، باید بدونه که جمعیت ایرانی آمریکایی ها جمعیت بسیار موفق و پرنفوذی در آمریکا هست، باید متوجه باشه که نمیتونه سر منافع مردم ایران اون رو مچون مصالحه قرار بده. این نکته ایست که به نظر من ماها باید خیلی حواسمون جمع باشه و به خصوص اتفاقا ایرانیایی که در اروپا هم هستن همینطور. تشکر میکنم، ممنونم. خب جلسه آقای دکتر نیری، کنفرانس آقای دکتر نیری و همیشه دوستانشون، شخصیت های علمی از گوش و کنار دنیا که در این کنفرانس ها هستن. شماره تلفن ممکن اعلام بکنی؟ بله آقای میبودی عزیز، ببنی. شماره تلفن هست 949، الان اجازه بدید خدمتتون اعلام کنم بقیهشم، 342-50-60 شماره تلفن های گرده همایی های ما در روزهای پنجشنبه هست که خیلی هم استقبال میکنیم از اینکه متخصصین بیشتری به ما بپیوندن. خوشبختانه جلسات ما داره طوری میشه که یک کانونی شده برای گرده هم اومدن متخصصین در رشته های مختلف. چقدر خوشحالم و خوشحالتر این که در این کنفرانس ها مسائل و چالش های ایران مطرح میشه، خیلی مهمه. تشکر میکنم دکتر نیری عزیزم، تا دیداری دیگر. تا دیداری دیگر، ممنونم از فرصتی که به من دادید. تشکر میکنم از بینندگان گرامی و سپهر نازنین. ممنونم.